نمایندگان پارلمان بریتانیا لحظاتی پیشتر تریزا می نخست وزیر را درباره چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رد کردند. این رأیگیری بعد از 5 روز بحث و تبادل نظر در پارلمان انجام شد. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از جان برکاو، رئیس مجلس عوام بریتانیا، یک سیاستمدار از حزب محافظه‌کار. 432 رأی مخالف در برابر 202 رأی موافق، تفاوتی بسیار معنادار و کم سابقه و نتیجه‌ای که کم و بیش البته پیش بینی میشد. آقای برکاو همونطور که می‌بینید روز بسیار سختی داشته. کنترل مجلسی که بحث و جدل در اون به اوج خودش رسیده بود چندان آسان نبوده، ولی خب نتیجه الان روشنه. طرح دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا رأی نیاورد. بهرنگ تایجدین همکارم اینجا در استودیو با من. بهرنگ، تو لحظات پیش در مقابل کاخ وستمینستر بودی. بسیاری از چیزهایی که در اونجا گفته میشد رو شاید خیلی نزدیکتر از ما دیدی و شنیدی. بیشتر بگو. جمال، این اختلاف 230 رأی بین کسانی که به توافقنامه‌ای که ترزا می بعد از 1.5 سال مذاکره با اتحادیه اروپا به دست آورده بود و اونهایی که بهش رأی موافق دادن، این اختلاف 230 تایی به این معنیه که این توافق با یک کم جرح و تعدیل واقعاً بعیده که در مجلس بریتانیا به تصویب برسه. بعد از اینکه توافقنامه رد شد در مجلس، خانم می یکی از صحبت‌هایی که کردیم بود که این رأی مشخص میکنه که این مجلس با این توافقنامه مخالفه، ولی مشخص نمیکنه که مجلس با چه نوع توافقی موافقه و این خیلی نکته مهمیه. نکته جالب دیگه‌ای که تو این داستان هست، ببین این رأیگیری قرار بود 1 ماه پیش انجام بشه و خانم می لحظه آخر تصمیم گرفت که به تعویق بندازه و 1 روز بعد نماینده‌های حزب خودش خواهان رأی اعتماد به ترزا می به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار شدند که تو اون رأیگیری 117 نفر علیه خانم می رأی دادن و فقط 200 نفر بهش رأی اعتماد دادن. امشب به نظر میاد که همه اون 200 نفر هم حتی به این توافقنامه رأی ندادن، چون چند نماینده از احزاب دیگه از جمله از حزب کارگر بودن که اعلام کرده بودن به این توافقنامه رأی موافق میدن. بهرنگ تاجدین همینجا با ما خواهد بود. در ادامه واکنش ها رو هم از بهرنگ خواهم پرسید. فعلا البته فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا از آکسفورد بریتانیا، به ما پیوسته. آقای جهانپور، چی میشه بعد از این؟ والا این یک شب بسیار فراموش نشدنی و بسیار مهم در تاریخ پارلمان انگلیس و در تاریخ انگلستانه. آخرین باری که یک نخست وزیر با یک چنین رأی شکست خورد مال رمزی مکدونالد در 1924 بود. یعنی در دهه‌های گذشته اگر یک نخست وزیر درباره یک سیاست اصلی دولت حتی با 10 یا 20 رأی مخالف شکست می‌خورد استعفا می‌داد. ولی متاسفانه در حالت عادی نیستیم الان، برای که حتی تا دیروز تا همین امروز بعد از ظهر میگفتن که امکان داره که ایشون با 10 تا 20 تا 30 تا رأی مخالف شکست بخوره، ولی با 230 رأی تفاوت بین رأی موافق و مخالف کاملا بی‌نظیره. و همونطور که میدونیم رئیس حزب کارگر آقای جرمی کوربین پیشنهاد رأی عدم اعتماد به دولت داد و دولت هم پذیرفت که این فردا در پارلمان بحث بشه. یعنی از که تقریبا تمام گزینه‌ها روی میز هست و باید ببینیم که در چند روز آینده چه پیش میاد، از استعفای دولت که بعیده تا اینکه پیشنهادات جدید برای تعویق خروج از اتحادیه اروپا و غیره. خب همین رأی عدم اعتمادی که فردا قرار در پارلمان بررسی بشه، این چقدر ممکنه که رأی بیاره؟ والا چون که همطور اطلاع داریم تعداد خود اعضای حزب کارگر نسبت به حزب محافظه کار در حدود 100 نفر کمتره. منتها حزب کارگر از گروه‌های دیگر اقلیت مثل حزب مال استقلال اسکاتلند و حزب سمسا و غیره، حزب لیبرال دموکرات، مجموعاً این تقریباً میشه معادل با دولت به غیر از 10 رأیی که متعلق به حزب ایرلند شمالیه به اصطلاح یونین دموکراتیک یونین، اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی. اونها گفتن که در رأی اعتماد بر علیه دولت رأی خواهند داد، چون میخوام که دولت ساقط بشه. این که تصور میکنم امکان شکست دولت کم خواهد بود. آیا این امکان وجود داره که اصلا این گفتگوها، این جدلها، چانه زنیها همینطور ادامه پیدا بکنه؟ مثلا در مواردی بوده که گفتگوهای سیاسی سالها طول کشیده. والا وقتشون بسیار کمه، چون همینطور که اطلاع دارین فقط 70 روز تا زمان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا باقی مونده، چون که مطابق قانونی که وضع شده در پارلمان باید 29 مارس آینده از اتحادیه اروپا خارج بشن، مگر اینکه همونطور که عرض کردم یک پیشنهادی هست که به تأخیر بندازن و این رو دولت میتونه که پیشنهاد بده برای تأخیرش با موافقت اروپا. اگر این کار بکنن امکان داره که کمی وقت داشته باشن برای بحث بیشتر. خود خانم می البته در پارلمان وقتی صحبت میکرد قبل از رأی‌گیری سناریوهایی رو بهش اشاره میکرد. اجازه بدید که همین الان بخشی از حرفای آقای خانم می رو بعد از رأی‌گیری بشنویم، بعد هم با آقای جهانپور گفتگو رو ادامه میدیم. هر روزی که بگذرد و این موضوع حل نشده باشد به معنای عدم اطمینان، تلخی و عداوت‌های بیشتر است. دولت نظر پارلمان را شنید، اما من از نمایندگان با هر گرایش سیاسی می‌خواهم که به صدای مردم بریتانیا گوش دهند. مردم می‌خواهند این موضوع حل شود. از نمایندگان می‌خواهم برای این کار به دولت کمک کنند. البته این حرفا رو قبل از رأیگیری خانم می زده بودن، بعدش هم لحظاتی صحبت کرد خانم می. به نظر نمیاد که قافیه رو باخته باشه یا میدون رو خالی بکنه خانم می. آقای جهانپور، من فکر می‌کنم که یه خود دیره، یعنی ایشون دو سال خورده است که مشغول بحث درباره این پیشنهاد خروج از اتحادیه اروپا است و یک تقصیر و قصور بزرگ خانم می این بود که در این 2 سال ابداً با گروه‌های دیگر در پارلمان صحبت نکرد. تمام مناقشاتش مربوط بود به مناقشات داخلی حزب محافظه‌کار. ایشون اگر همین حرف رو 3 ماه پیش، 4 ماه پیش، 1 سال پیش زده بود و توافق کرده بود با حزب کارگر که حزب اصلی مخالف هست که یک پیشنهاد دست جمعی بدن، امکان موفقیتش زیاد بود، چون که اونها با قسمت‌هایی از پیشنهاد ایشون موافقن و با قسمت‌هایش کاملا مخالفن و میشد که مثلا اگر ایشون موافقت میکرد که جزء اتحادیه گمرکی انگلستان بمونه، این رو رای بیاره از طرف حزب کارگرها هم. ولی خب این مثلا درک ایشون از اینکه نیاز داره به کمک گروه‌های دیگه موقعی است که دیگه شکست خورد و خیلی دیر شده. سپاسگزارم از فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا از آکسفورد با ما. کماکان بهرنگ تاجدین رو داریم. بهرنگ، وقتی به این اعداد و ارقام آدم نگاه میکنه، طرفداران خروج و مخالفان خروج که با همدیگه مخالف بودن الان به نظر میاد که متحد شده بودن علیه این طرح. چرا به اینجا رسید کار؟ ببین، دقیقاً به خاطر اینکه شاید به نوعی خانم می یه جایی رو پیدا کرده بود وسط خروج کامل و قطع کامل همه پیوندها و ارتباطات حقوقی و گمرکی و تجاری و قانونی با اتحادیه اروپا و موندن در اتحادیه اروپا. به همین خاطر اونایی که دنبال موندن در اتحادیه اروپا بودن از یک جهت با این توافقنامه مخالف بودن، اونایی که خواهان خروج کامل بودن از یک جهت دیگه با توافق مخالف بودن. آقای جهانپور نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد در مورد اینکه بعید این رأیگیری عدم اعتماد به دولت که قرار فردا انجام بشه رأی بیاره. ببین، کاری که خانم می کرد این بود که به محض اینکه توافقنامه رأی نیاورد توی مجلس بلند شد و یه جورایی حلم مبارز از آقای کوربین خواست که خیلی خوب، این توافقنامه رأی نیاورد، بیا دولت رو استیضاح کن. چرا؟ به خاطر اینکه تقریبا با اطمینان کامل میشه گفت که رأی فردا دولت مجددا رأی اعتماد میگیره و توپ دوباره به زمین دولت برمیگرده و دولت رو در این موقعیت قرار میده که حالا تصمیم بگیره، پیشنهاد بده که میخواد چی کار بکنه. ولی مسئله مهم اینه که هر دو طرف این دعوا، یعنی هم دولت ترزا می و هم احزاب مخالف میدونن که قانونا بریتانیا کمتر از 2.5 ماه دیگه بعد از اتحادیه اروپا بیاد بیرون و اگر توافقی تا اون موقع تصویب نشه که خیلی بعیده تا اون موقع بتونن به یک توافق کاملا متفاوت برسن، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا هم ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا همین دقایقی پیش گفت که بریتانیا باید در اسرع وقت به ما بگه که چی میخواد. در اون صورت با خروج بدون توافق مواجهیم که میتونه اقتصاد بریتانیا رو به شدت بهش آسیب بزنه. تو یک سال رشد اقتصادی بریتانیا طبق پیشبینی بانک مرکزی میشه -8%. ممنونم از بهرنگ تاجدین همکارم.